عرض سلام و ادب میکنم به محضر همه خانم ها و آقایان و ابراز خوشحالی از این که در محضر سروران و دوستان به سر میبرم. موضوع بحثی که من برای این نشست انتخاب کردم و به نظرم موضوع مناسب اوضاع و احوال کنونی جهان و اوضاع و احوال کنونی ایران آمد، موضوع مادیت اخلاقی است و نشان دادن اینکه ما به مادیت اخلاقی دوچاریم، به ماتریالیسم اخلاقی گرفتاریم، دوچاریم. یکی از دیدگاه‌هایی که در طول تاریخ فراوان کسانی بهش قائل بودند چیزی است که ما ازش تعبیر می‌کنیم به ماتریالیسم فلسفی. ماتریالیسم فلسفی عقیده‌مند شدن و باور داشتن به دو تا گزاره است. یک گزاره درباره جهان هستی و گزاره دوم درباره انسان. اگر شما عقیدتون بر این باشه که جهان هستی مساویس با عالم طبیعت، یعنی عالم جسم و جسمانیات، عالم ماده و مادیات، عالمی که قوانین فیزیک و شیمی و زیست شناسی میشناسانند اون عالم را، اگر معتقد باشید که جهان هستی دقیقاً مساویس با عالم طبیعت، دیگه ورای عالم طبیعت یا فوق عالم طبیعت هستی امتداد نداره، گسترش نداره، بست نداره و در واقع جهان هستی منحصر است و محدود است به عالم طبیعت، عالمی که فیزیک، شیمی و زیستشناسی دربارش کند و کاو میکنند، تحقیق میکنند و یکی پس از دیگری قوانین حاکم بر اون رو کشف میکنند. اگر به این قائل باشید، اون وقت طبعا قائلید که دیگه غیر از عالم طبیعت هستی در کار نیست و طبعا قائل نیستید به وجود خدا، قائل نیستید به وجود نیروهای فوق طبیعی یا ورای طبیعی. اگر به این قائل باشیم، گفته می شود که ما قائلیم به ماتریالیسم فلسفی از نوع وجود شناختی، یعنی از نوعی که وجود را مساوی با ماده می دونه، عالم هستی را مساوی با ماده و مادیات، جسم و جسمانیات می دونه. یک نوع ماتریالیسم فلسفی قسم دوم هم وجود داره و اون دیگه درباره جهان هستی نیست، درباره انسانه و اون این آموزه است که انسان چیزی جز بدنش نیست. در انسان غیر از این بدن، غیر از این جسم، چیز دیگری در کار نیست. ما این مو همین جسم و همین جسمی که فیزیک، شیمی، بیوفیزیک، بیوشیمی، زیستشناسی، فیزیولوژی، خونشناسی، عصبشناسی و علومی از این مقوله میشناسانند و دیگه نباید سراغ چیز دیگری در آدمی رو گرفت. من منحصرم در جسم من، من منحصرم در بدن من، من منحصرم در تن من، من منحصرم در پیکر من و بنابراین پزشکی همه کاریست که میتوان برای سلامت من کرد و میتوان برای نیرومندی من کرد، چون من جز این جسم و بدن چیز دیگری نیستم و اگر جز جسم و بدن چیز دیگری من نیستم، طبعا اگر سلامت بدن من به خطر بیفته و اگر نیرومندی بدن من به خطر بیفته و اگر زیبایی بدن من به خطر بیفته، در واقع
سلامت خود من به خطر افتاده و نیرومندی خود من به خطر افتاده و زیبایی خود من به خطر افتاده و کاری هم که برای بهبود این بدن داریم، هم به لحاظ سلامت، هم به لحاظ نیرومندی و هم به لحاظ زیبایی، این رو کاریست که درش باید رجوع کنیم به پزشکان. این هم ماتریالیزم فلسفیه، این هم مادیت فلسفیه، اما مادیت فلسفی درباره کل جهان هستی نیست، درباره فقط آدمی. بنابراین ما دو نوع ماتریالیزم فلسفی داریم، دو نوع مادی انگاری فلسفی داریم، دو نوع مادیت فلسفی داریم، یکی درباره کل جهان هستی، یکی درباره خصوص انسان. درباره کل جهان هستی اگر معتقد شدیم به این که جهان هستی مساوی است با عالم طبیعت، عالم جسم و جسمانیات، عالم ماده و مادیات و بنابراین خدایی در کار نیست و بنابراین عوالم دیگری در کار نیستند، نیروهای روحانی در کار نیستند، اون وقت ما معتقدیم به ماتریالیزم فلسفی وجود شناختی یا هستی شناختی یا مابعد طبیعی. و اگر معتقد شدیم که انسان چیزی جز جسمش، جز بدنش، جز تنش، جز پیکرش نیست و دیگه چیز دیگری در آدمی وجود نداره مستقل از انسان، مستقل از بدن انسان، مثلا به نام ذهن، مثلا به نام نفس، مثلا به نام روح، اون وقت بازم به ماتریالیزم فلسفی قائلیم. اما این دومی بهش میگن ماتریالیزم فلسفی انسان شناختی، اونو بهش میگفتیم ماتریالیزم فلسفی وجود شناختی یا هستی شناختی یا مابعد طبیعی. به این میگیم مادیت فلسفی مربوط به انسان شناسی یا مربوط به فلسفه ذهن. ولی هر دو آموزه، دو تا آموزه فلسفی هم. اما نکته جالب اینه که در طول تاریخ فرهنگ بشری کسانی که به ماتریالیزم فلسفی، چه از مقوله هستی شناختیش و چه از مقوله انسان شناختیش قائل بودند، نسبت به کل انسانهایی که روی کره زمین آمدند و رفتند، یه درصد بسیار ناچیزی بودند. نه امروز و دیروز، از بد به تاریخ بشر تا الان تعداد کسانی که به ماتریالیزم فلسفی هستی شناختی یا ماتریالیزم فلسفی انسان شناختی یا به ماتریالیزم فلسفی هستی شناختی و انسان شناختی قائل بودند، درصد بسیار ناچیزی از انسانهای روی زمین بودند. به ندرت در طول تاریخ انسانهای پیدا شدند که به این دوتا آموزه قائل باشند و معتقد باشند جهان هستی همین عالم طبیعت و انسان هم همین بدنه، همین جسمه. به ندرت کسانی قائل بودند، ولی بودند. اما عجیب اینه که با اینکه به ندرت کسانی به ماتریالیزم فلسفی قائل بودند، چه در میان مردم عادی کوچه و بازار و چه در میان عالمان و متتبعان و محققان و متفکران، ولی یک نوع ماتریالیزم دیگه وجود داره که اون اتفاقا دامن اکثریت انسان‌ها رو در اکثریت برهه‌های تاریخی و اکثریت جوامع و اکثریت فرهنگ‌ها و اکثریت تمدن‌ها گرفته و اون ماتریالیزم اخلاقیه. و من بحثم امروز درباره ماتریالیزم اخلاقیه، نه ماتریالیزم فلسفی. الان من و شما که اینجا نشسته ایم، من گمان نمی‌کنم، حدس نمی‌زنم که مثلا در میان ما که اینجا نشسته ایم بیش از 10 نفر به ماتریالیزم فلسفی قائل باشن. بعید میبینم حتی به 10 تا هم برسه تعداد ما، تعدادی که در این جمع هستن که به ماتریالیزم فلسفی قائل باشن. اما یه ماتریالیزمی هست به نام ماتریالیزم اخلاقی که همه ما به این ماتریالیزم دوچاریم با درجات متفاوت، نت میکنیم. و ما دلمون رو خوش کرده این به این که هر که از ما میپرسه که شما خدا رو قبول دارید یا نه، میگیم بله که قبول داریم. هر که میگه شما روح رو قبول دارید یا نه، میگیم بله که قبول داریم. هر که میگه زندگی پس از مرگ رو قبول دارید یا نه،
میگیم بله که قبول داریم، یعنی دلمون خوشه به این که به ماتریالیسم فلسفی قائل نیستیم، غافل از این که اون چیزی که خطرناکه برای آدمی ماتریالیسم فلسفی نیست، ماتریالیسم اخلاقیه، مادیت اخلاقی خطرناکه برای انسان، هم برای فرد من و هم برای جامعه‌ای که شهروندانش همه مثل من باشند و به ماتریالیسم اخلاقی دوچار باشند. خب ماتریالیسم اخلاقی معناش اینه که تو ممکنه معتقد به وجود خدا هم هستی، معتقد به زندگی پس از مرگ هم هستی، معتقد به روح هم هستی، عرض کنم که به هزار چیز دیگه از این مقوله معتقدی، ولی با این همه چنان زندگی میکنی که گویی هیچ کدام از اینها وجود ندارند، گویی خدایی در کار نیست، گویی روحی در کار نیست. بنابراین وقتی که به ذهنت رجوع میکنی و وقتی به محفوظاتت رجوع میکنی، به حافظت رجوع میکنی، میگی بله من معتقدم خدا وجود داره، من معتقدم زندگی پس از مرگ وجود داره. ولی وقتی یه ناظر دقیق و نظر به زندگیت نگاه میکنه، میبینه تو یک ماتریالیست به تمام معنایی، یعنی تو چنان زندگی میکنی که گویی اصلا خدایی در کار نیست و چنان زندگی میکنی که گویی اصلا روحی در کار نیست و قوانین معنوی و روحانی حاکم بر هستی نیستن و چنان زندگی میکنی که انگار فقط و فقط آنچه قابل مشاهده هست وجود داره، چیزهای غیر قابل مشاهده وجود نداره. به این میگی ماتریالیسم اخلاقی. ده تا قرینه و اماره به نظرم میرسه که برای ماتریالیسم اخلاقی ما وجود داره، یعنی 10 تا دلیل دارم بر این که هر کدام از ما کم یا بیش به لحاظ اخلاقی ماتریالیستیم. حالا هر چقدر میخوایم ادعا بکنیم، هر چقدر میخوایم قرآن بخوانیم، قرآن رو سرمون بگذاریم، شب زنده‌داری های ماه رمضان رو داشته باشیم، نمیدونم عبادات به جا بیاریم، به مناسک و شعائر دینی اهمیت بدیم، ولی در بن و بنیاد وجودمون ماتریالیستیم و برای ما هیچ ارزشی معنویات در زندگی نداره، یا به تعبیر بهتر معنویات هیچ جایگاهی در زندگی ما نداره. ما فریب اون امور رو نباید بخوریم، فریب این که ما به خدا قائلیم، به روح قائلیم، مناسک و شعائر دینی رو رعایت میکنیم، اهل عبادتیم، اهل مناجاتیم، اهل دعاییم، اهل ذکریم، اهل وردیم. عرض کنم که در نهادهای دینی و مذهبی اشتغال داریم، عرض کنم که با روحانیون سر و کار داریم. اینا همش فریبه. اون چیزی که نشون میده شما به لحاظ اخلاقی ماتریالیستید یا نه، این ملاکای دهگانه است که من میخوام خدمتتون عرض کنم. من در واقع این 10 تا ملاک رو حصرش رو حصر استقرایی میدونم، یعنی معتقدم که چه بسا کسی بتونه به این فهرست 10 تایی من چی عنصر 11 هم بیفزاید، عنصر 12، عنصر 13، ولی تا اونجایی که من استقصا و استقرا کردم بیشتر از این 10 تا نیافتم، در مطالعات، در تفکرات، تأملات خودم بیشتر از این 10 تا نیافتم. شما ممکنه قرائن و امارات 11 و 12 هم بیابید. من اینها رو به یک ترتیب خاصی که دیگر توضیح نمیدم که چرا با اون ترتیب بیان میکنم، با یک ترتیب خاصی اینا رو بیان میکنم. پس همه این 10 تا چیزی که میگم نشانه هاییست که اگه شما در خودتون یافتی، دلشون رو به هیچ چیزی خوش نکنی، نه به محفوظات ذهنیتون خوش بکنی، نه به عقایدی که بر زبان و قلمتون جاری میشه که ما به خدا معتقدیم، ما به زندگی پس از مرگ معتقدیم، اینا همه باطل اباطیله. باید ببینید این 10 تا در شما چقدر قوت و قدرت داره. هرچی این 10 تا عامل در شما قدرت و قوتشون بیشتر باشه، بیشتر معلوم میشه که شما ماتریالیستی. اولین نکته اینه که ما به زیبایی بدن خیلی اهمیت میدیم. حالا از اهمیتی که طبیعی هم هست که به واسطه اون زیبایی اهمیت دادن به اون زیبایی بدن
پیش آرایشگر میریم، پیش پیرایشگر میریم، که خیلی هم طبیعیه که بکنیم این کار رو، تا کارهای غیر طبیعی تری که میکنیم، که مثلا برای اینکه چین و چروک صورتمون مشخص نباشه، برای اینکه موی سر و صورتمون سفیدیش مشخص نباشه، یا خدمت عرض کنم که برای اینکه برو اندامم یک برو اندام خوشقواره باشه، برای اینکه جلوگیری کرده باشیم از اینکه زشت به نظر بیایم، همه این کارها که ما میکنیم برای اینکه به زیبایی بدنمون اهمیت میدیم. درسته؟ هیچ کدام از ما هم نیستیم که برامون بی اهمیت باشه زیبایی بدن. درجات متفاوت داره این اهمیتی که قائلیم. ممکنه در سنی بیشتر به این امر وقوف داشته باشیم و اهمیت بدیم، در یه سنی کمتر ممکنه جنسیتی کمتر اهمیت بده به زیباییش، جنسیتی بیشتر اهمیت بده. اینات میکنید ممکنه سنخ روانیمون چنان باشه که کمتر اهمیت بدیم و ممکنه سنخ روانیمون چنان باشه که بیشتر اهمیت بدیم. عوامل عدیده‌ای در کارن که ما چقدر به زیبایی بدنمون اهمیت میدیم. ولی در این که به زیبایی بدنمون اهمیت میدیم هیچ شک نداره. اینات میکنید دیگه ساده ترینش اینه که وقتی من از خونه میرم بیرون حتما یک بار تو آینه نظر میکنم. این دیگه ساده ترینش. عنایت میکنید. اما آیا شما به زیبایی ذهنتون هم بها میدید؟ یعنی هیچ وقت در مقابل یه آینه هم میستید که ببینید من ذهنم چقدر زیباست؟ نکنه ذهن من دفرمه شده باشه، نکنه ذهن من از قد و قواره درستش افتاده باشه. توجه میکنید؟ هیچ وقت شما پیش یه آرایشگری میرید، پیش یه پیرایشگری میرید که بگید من ذهنم خیلی جولیده و گوریده است، ذهن منو از جولیدگی و گوریدگی بیرون بیار. توجه میکنید؟ و از اون مهمتر آیا پیش کسی میرید که بگید روان من روان بسیار پلشت و زشت و بدقواره و دفرمه ای شده، و به یه کسانی رجوع کنید که بگید آقا اومده این ما روانمونو بر تو عرضه کنیم و نشون بدی که بدقوارگی ها و بیقوارگی های روان ما کجاست، ما کجا روانمون بدقواره شده، بیقواره شده، دفرمه شده، زشت شده، نادلپسند شده، منزجر کننده شده، بیزار کننده شده. من گمان نمی کنم ما اهل این چیزا باشیم. من گمان نمی کنم هیچ کدام از ما هیچ وقت آینه ای برای اینکه ذهنمون در چه وضع و حالی به سر میبره و آینه ای برای اینکه روانمون در چه وضع و حالی به سر میبره، گمان نمی کنم هیچ وقتی ما دنبال این آینه گشته باشیم. توجه میکنی؟ فکر نمی کنم. اونقدر که شما به استحمام بدنتون اهمیت میدید، که البته باید اهمیت داد، هیچ وقت به تعبیر جبران خلیل جبران استحمام روح میکنید. تعبیر جبران خلیل جبران متفکر مسیحی لبنانی، حمام روحه. میگه ما هیچ وقت حمام نمی، روح ما حمام نگرفته، هیچ وقت ما زیر دوش نرفتیم که روحمون رو تطهیر کنیم، روحمون رو پاک کنیم. برای جسممون خیلی اهمیت داریم. شما هیچ وقت وسواسی که در نظافت جسم دارید در نظافت ذهنتون هم دارید، در نظافت روحتون هم داری؟ هیچ وقت وسواسی که برای نجسی و پاکی جسمانی قائلید، آیا بر این وسواس رو برای نجسی و پاکی ذهنتون، برای نجسی و پاکی روانتون هم قائلید؟ وقتی که شما توی مجلسی میرید، بعد که میایید بیرون چقدر پیش خودتون میگید چقدر فلانی زیباتر از من بود، چقدر من زشت به نظر میرسیدم؟ آیا همین سخن رو در باب ذهن و روانم میگید که وقت تو فلان مجلس چقدر فلانی ذهن زیباتری داشت از ذهن من، یا روان زیباتری داشت از روان من؟ کاش میشد من ذهنم رو به این زیبایی در بیارم یا روانم رو به این زیبایی در بیارم. آیا هیچ وقت چون چیزی دارید؟ وقتی زیبایی رو میبینید چقدر قبطه میخورید به حال او؟ اگه حسد نورزید ولی قبطه لااقل میخورید که کاش من هم به اندازه او زیبا بودم. آیا کسی که ذهن زیبا داره هیچ وقت قبطه به حالش خورده ای؟
یه کسی که یه روان زیبایی داره قبطه به حالش خورده اید که ای کاش من یه همچین ذهن زیبایی داشتم، یه همچین روان زیبایی داشتم. هیچ وقت قصه خورده اید که چرا من در میان عرض کنم که پسر خاله ها و دختر خاله ها و پسر عموها و دختر عموها و پسر دایی ها و دختر دایی ها و عرض کنم که اینا من از بقیه زشترم، خیلی قصه خورده اید از لحاظ جسمانی، اما فکر نمی کنم هیچ وقت خودتون رو با عمزاده ها و عموزاده ها و خالزاده ها و دایزاده ها تو مقایسه کرده باشی که چقدر من از لحاظ ذهنی از اونها زشترم یا چقدر از لحاظ عرض کنم که روانی از اونها زشترم. اگر چون این چیزی که من میگم در مورد من صادق باشه که هست، من باید بدونم من به لحاظ اخلاقی ماتریالیستم، چون معتقدم فقط جسمم اهمیت داره، چون میبینم که به زشتی و زیبایی ذهنم و به زشتی و زیبایی روانم اصلا اهمیت نمیدم، اما به زشتی و زیبایی جسم و بدنم بسیار اهمیت میدم. این اولین قرینه و اماره است بر این که ما هر چه میخوایم ادعا بکنیم جسم برای ما مهمه. نت میکنید؟ آنچه دیده میشود برای ما مهمه. ذهن که دیده نمیشه و روان که دیده نمیشه برای ما مهم نیست. حالا شما صد بارم بگین من به عالم غیب قائلم، ترجمه میکنی؟ یؤمنون بالغیب. اول غیبی که بهش قائل نیستی غیب ذهن آدمیه، اول غیبی که بهش قائل نیستی غیب روان آدمیه. ما فقط به شهادت قائلیم به تعبیر قرآنی، ترجمه میکنی؟ اما به غیب قائل نیستیم، چون آنچرا که با حواس ظاهری ادراک میشه بهش بها میدیم ولی ذهن را بهش بها نمیدیم. این قرینه اول. این درباره زیبایی بدن بود. قرینه دومی که میخوام عرض بکنم درباره عرض کنم که رعایت بهداشت بدنه. ببینید ما بهداشت بدن رو رعایت میکنیم برای اینکه بدنمون سلامتش محفوظ بمونه، یا اگر سلامتش از دست رفته است این سلامت رو به دست بیاره. ما الا ماشاءالله احکام و قواعد بهداشتی بدن برای خودمون مقرر کردیم و البته به حق هم هست، باید هم داشته باشیم و چه بسا حتی در این جهت هم ما کوتاهی هم بکنیم، اما به هر حال ما برای سلامت بدنمون اهمیت میدیم و از این لحاظه که هم به لحاظ پیشگیری و هم به لحاظ درمان خیلی حساسیم به پیشگیری از اینکه مبتلا بشیم به عدم سلامت جسم و هم به لحاظ درمان عدم سلامتی که بهش گرفتار شده ایم نسبت به این حساسیت داریم و بنابراین خیلی جدیم که سلامت بدنمون رو تا جایی که امکان پذیره اینو به دست بیاریم و راهش اینه که بهداشت رو رعایت کنیم، چه به جهت پیشگیرانش و چه به جهت در واقع درمانگرانش، در هر دو حال. این درست، این در واقع رعایت بهداشت بدنه. خب تا اینجاش البته مهم نیست، اما شما دقت بکنید وقتی شما به خاطر رعایت بهداشت بدنتون میاد خونه من مهمانی و علارغم این که انواع و اقسام شیرینی ها جلوتون هست، انواع و اقسام غذاهای چرب جلوتون هست، ولی به جهت رعایت بهداشت بدنتون دست نمیزنید، به اون غذاهای چرب و شیرین دست نمیزنید، به انواع و اقسام شیرینی ها دست نمیزنید، دست نمیزنید، درسته؟ آیا وقتی میخواید از خونتون برید بیرون منت بر دوش من صاحب خونه میگذارید که جناب صاحب خونه من دست به شیرینی ها نزدم، دست به غذاهای چرب نزدم؟ نه. میدونید چرا؟ چون معتقدید که این کار رو برای کی کرده بودید؟ برای خودتون کرده بودید دیگه، منتی بر دوش من ندارید. شما میخواستید چاق نشید، شما میخواستید قند خونتون افزایش پیدا نکنه، شما میخواستید مبتلا به چربی خون نشید. بنابراین وقتی از این غذاهایی که من جلوتون میذارم، با اینکه این غذاها وسوسه گری میکنن، اغواگری میکنن، منو به طرف خودشون، شما رو به طرف خودشون جلب میکنن، ولی رعایت میکنید، چون میگه سلامت بدنم برای من مهمه. ولی سلامت بدنتون چون براتون مهمه، این دوری گزیدن از غذاهای مضر را، اینو منتشو بر من نمیگذارید. چرا؟ چون میگید کاری بود که برای خودم کردم.
درسته؟ اما اگر یک کاری در این جهت برای بهداشت ذهن و روانتون بکنید، منتشو بر من میگذارید. درسته؟ اگر یه جایی که وسوسه میکرده است رشوه گرفتن شما را، رشوه نگرفتید، دلتون میخواد تو تمام روزنامه ها بنویسن که آقای فلانی رشوه نگرفته. چرا؟ چرا وقتی غذای چرب و گرم نمیخوردید دلتون نمیخواست که همه با خبر بشند و منت بر دوش دیگران نمیگذاشتید که آقا من غذای چرب و نرم نخوردم؟ اما چرا وقتی یه جای رشوه نمیگیرید دلتون میخواد همه با خبر بشن که رشوه نگرفته اید؟ چون فکر میکنید کاری که برای جسمتون کرده اید برای خودتون کرده اید، اما کاری که برای روحتون کرده اید برای خودتون نکرده اید. خب معنیش چیه؟ معنیش اینه که شما ماتریالیستید، فقط خودتون رو منحصر میکنید در جسمتون. اگر آدم بدون علاوه بر این که جسم داره ذهن هم داره و علاوه بر این که ذهن داره روان هم داره، هر کاری برای بهداشت ذهنش و برای بهداشت روانش کرد، اونم نباید منتشو بر دوش کسان بگذاره. درسته؟ اما ما وقتی کاری برای بهداشت جسممون میکنیم از هیچ کس طلبکار نیستیم، خودمون از هیچ کس طلبکار نمیدونیم. میگم بله هزان و شیرینی و چرب و عرض کنم که غذاهای عرض میکنم که لذیذ جنون بود، اما به خاطر سلامت خودم نخوردم، بنابراین از هیچ کس طرف کار نیستم. اما تا یه کاری میکنید که برای بهداشت ذهنتون یا برای بهداشت روانتون مفید بوده، اون وقت دلتون میخواد همه ی عالم بدانند، اولا همه ی عالم ستایش کنند شما رو به خاطر این کاری که کرده اید، ثانیاً و همه شما رو قدر بنهند و بر صدر بنشونند به خاطر اینکه چه کردید، به خاطر اینکه جایی که وسوسه میکرده از رشوه گرفتن رشوه نگرفته اید، یا جایی که اختلاس وسوسه میکرده اختلاس نکردید. چرا؟ چرا یکی از این دوتا رو منتش رو بر دوش همه میخواید بگذارید که نه؟ چون جسمتون رو خودتون میدونید و معتقدید کاری که برای جسمتون کردید برای خودتون کرده این، ولی ذهنتون رو و روانتون رو خودتون نمیدونید، فکر میکنید اونو برای ما کرده اید، و چون فکر میکنید برای ما کرده اید، بنابراین از ما در واقع انگار طلبکارید. لااقل طلبکاری میکنید ستایشی را، تقدیری را، حق شناسی رو و امثال ذلک رو. با این که کسی که معتقد است من فقط جسمم نیستم، هر کاری برای بهداشت ذهنش برای بهداشت روانش هم کرد، اون رو هم باید انجام بدید. و همین طور که خیلی وقتا شما کارهایی که برای بهداشت جسمتون میکنید اصلا مخفی میکنید از دیگران، خیلی از اینه، اصلا بعضی از کارهایی که برای بهداشت جسمتون میکنید رو از دیگران مخفی میکنید. خب اگر معتقدی ذهن تو هم توه و روان تو هم توه، کارهایی هم که برای بهداشت ذهن و روانتون میکنید باید علی‌القاعده مخفی کنید، نه اینکه شاکی باشید از اینکه چه در کوس و کرنا ننواختند و عرض میکنم که در روزنامه ها نگفتند که ایشون چنین انسانی است. باز نشون میده اونو خودتون نمیدونید، حالا هر چقدر میخواید ادعا بکنید نمیتونید. دوم، نکته سوم اینه که ما معمولا نیرومند ساختن بدن برامون مهمه، راجعه میکنید، حالا به استدلال های مختلفی. یکی این که معتقدیم نیرومند ساختن بدن به طول عمر کمک میکنه، یک استدلال. یک استدلال میگیم اگر نیرومند بکنیم جسممون را، کیفیت زندگیمون، اون چیزی که بهش میگیم quality of life، اون کیفیت زندگی بالا میره. یکی معتقده بگه نه، نیرومند میکنم جسمم را برای اینکه بتونم در شدائد زندگی جسمم همراهی کنه با من. و چهارمیش هم اینه که میگم نیرومند میکنم جسمم رو برای دفاع شخصی. بالاخره هزار حادثه تو زندگی ممکنه پیش بیاد، ممکنه دزدی جنایتکاری به من حمله بکنه، بدن نیرومند لااقل به درد دفاع شخصی میخوره. خب به هر کدوم از این چهار تا انگیزه ما سعی میکنیم که بدنمون نیرومند کنیم، درسته؟ و انگیزه های دیگری هم ممکنه باشه، ولی عمدش این چهار تاست. خب حالا چرا نیرومند نمی‌کنی ذهنتون رو؟ چون همینطور که جسمتون مورد حمله ممکنه قرار بگیره و نیاز به دفاع شخصی باید داشته باشید، به همین ترتیب ذهنتون هم ممکنه مورد حمله قرار بگیره و باید دفاع شخصی بکنید از خودتون. روانتون هم مورد حمله قرار بگیره.
همینطور که اگر من آدم دست و پا چلفتی باشم، آدم کندکاری باشم، وقتی کسی به من حمله میکنه تا میام بفهمم چی شد جانم رو از دست میدم، تا میام بفهمم چی شد مجروح میشم، اگه زود باورم باشم تا میام بفهمم چی شد زندگیم برباد میره، منو گولم میزنن. اما من به فکر این هستم که با انواع و اقسام کلاس های فنون مختلف دفاع بدنمو نیرومند کنم، اما اصلا فکر این نیستم که ذهن باید نیرومند باشه تا فریب کسانی که دفاع به ذهنش میکنند رو داشته باشه، و روان باید نیرومند باشه تا کسانی که به روان ما دفاع میکنن. مگه کسی به روان ما دفاع میتونه بکنه؟ بر هر کسی که میخواد شما رو ناامید بکنه به روانتون داره دفاع میکنه، حمله میکنه. هر کسی میخواد شما رو بدبین بکنه به روانتون داره حمله میکنه. هر کی میخواد شما رو انگیزه عمل رو درتون ضعیف کنه به روان شما داره حمله میکنه. اینا حمله هایی است که دیگران به روان ما میکنن. کسانی به ذهن من حمله میکنن، کسانی که میخوان مرا دستخوش جزم و جمود بکنن، دستخوش تعصب بکنن، دستخوش پیش‌داوری بکنن، دستخوش خرافه پرستی بکنن، دستخوش ایدئولوژی گرایی بکنن و دستخوش هزار آفت ذهنی دیگه، اینا هم به ذهن من حمله میکنن. شما چگونه اینقدر حساسید که به بچه‌تون یاد میدید و به سرتون و دخترتون که بابا برو جودو یاد بگیر، بودو کاراته یاد بگیر، برو فلان یاد بگیر؟ چون این جامعه پر از آدمای شروره. شما آدمای شرور رو فقط کسانی میدونید که به جسم بچه‌هاتون حمله میکنن، بنابراین بچه‌هاتون مجهز میکنید به جودو و کاراته و هزار فن رزمی دیگه. اما هیچ وقت تصور نمیکنه که در این جامعه کسانی هستن که به جسم ما هیچ حمله نمیکنن، اما ذهن ما رو به غارت میبرن، روان ما رو به غارت میبرن. وقت ما برای اینا هیچ جودویی نباید یاد بگیریم، هیچ کاراته‌ای نباید بگیریم. ما جودوهای ذهنی یاد نمیگیریم، راجع میکنیم کاراته‌های ذهنی یاد نمیگیریم، جودو و کاراته‌های روانی یاد نمیگیریم. چرا؟ چون معتقدیم فقط جسم ما ماست و فقط جسم ماست که اگه مورد حمله واقع شد ما مورد حمله واقع شدیم. ذهن ما که ما نیست، روان ما که ما نیست، و بنابراین اگه مورد حمله قرار گرفت باش غمی نیست، چون فکر میکنیم ما فقط جسمیم و بنابراین نیرومندی جسم برامون اهمیت داره. ولی من تا الان ندیدم یه کسی جز نوادری که بگن آقا ما خیلی حملات ذهنی هم بهمون میشه، باید خودمون رو قوی کنیم. حمله ذهنی بیشتر از حمله بدنی لطمه میزنه، حمله روانی بیشتر از حمله بدنی لطمه میزنه. یه کارایی بکنیم، یک کلاسای کاراته روان بریم، جدوی ذهن بریم. اصلا اینا نیست، حنات میکنیم. به همین ترتیب مگه شما یه بخشی از انگیزه هاتون برای تقویت جسمتون نیست که شدائدی در زندگی پیش میاد و آدم تو اون شدائد باید بدنش توانا باشه؟ خب یه شدائدی هم تو زندگی میاد که تو اون شدائد باید در واقع ذهن ما قوی باشه و روان ما قدرتمند باشه. اما قوت ذهن به چیه؟ قدرت روان به چیه؟ و اون قوت و قدرت ذهن و روان کجا به دست میاد؟ پیش کی به دست میاد؟ تو چه کلاس هایی؟ با چه آموزش هایی؟ با چه پرورش هایی به دست میاد؟ اصلا کاری به اینو نداری. شما خودتون به خودتون رجوع بکنید، ببینید برای بچه های خودتون و برای خودتون چقدر براتون اهمیت داره که اینا چقدر ذهن قوی دارن و چقدر روان قدرتمندی دارن. اصلا و ابدا نهایتش جسمشون براتون خیلی خیلی اهمیت داره. این هم نکته در واقع سوم. و اما نکته چهارم، اگر در زندگی شما ارزش ارزش ها به تعبیر یک نویسنده در زمان شاه که کتابی نوشت تحت عنوان پول ارزش ارزش ها، اگر پول ثروت ارزش ارزش ها برای شما شد، وقتی به خودتون نگاه کردید در تمام چرت که انداختن هاتون، در تمام محاسباتتون، در تمام سبک سنگین کردن هاتون، فقط به نظرتون میاد که کجاست که پول بیشتری عائد میشه، چه قراردادی است که پول بیشتری به من میده، حنات میکنید؟ چه اقدامی بکنم که پولم افزایشش بیشتر باشه؟ و خلاصه همه سبک و سنگین کردن ها و سنجشگری ها و وزن کردن ها و
عرض کنم تأملاتتون ناظر به اینه که من چه بکنم، چه تصمیمی بگیرم، چه رفتاری داشته باشم، چه موضعی داشته باشم، چگونه زندگی کنم که بتونم پولم افزایش پیدا بکنه، ثروت افزایش پیدا بکنه. دقت میکنید؟ ثروت یکی از مادی ترین واقعیت های زندگیه و اگر من تو تمام چرکه هام این ثروت فقط محل بحث منه و هیچ وقت نگم که کاری هست که ثروت منو 10 برابر میکنه، اما روان منو 100 درجه تنزل میده و بنابراین من وارد این کار نمیشم. توجه میکنید؟ چقدر پیش اومده تو زندگی که من دیدم کسب ثروت معارضه داره با یک ذهن زیبا، معارضه داره با یک روان زیبا، و چون معارضه داشته گفتم ثروت رو کنار میذارم. چقدر این پیش اومده تو زندگی من؟ هر چقدر بیشتر پیش بیاد بیشتر نشون میده که ما مادیت اخلاقیمون کاهش پیدا کرده. اما چقدر تو زندگی ما پیش میاد؟ چقدر تو زندگی شما پیش بیاد که یه پیشنهادی به شما کردن که به صورت چشمگیری به شما ثروت میداده ولی در این حال صداقت شما رو تضعیف میکرده، انصاف شما رو تضعیف میکرده، شفقت ورزی شما رو تضعیف میکرده، امانتداری شما رو تضعیف میکرده و بعد گفته نه، من با اینکه این ثروت برای من اهمیت داره، تو زندگی من ثروت خیلی مشکل گشایی ها میکنه، ولی من ثروت رو به هر قیمتی نمیخوام، من ثروت رو به هر هزینه‌ای نمیخوام. به تعبیر دیگری وقتی که سود جسمتون با زیان ذهنتون یا با زیان روانتون یا با زیان ذهن و روانتون هر دو حاصل میومده، بازم رفته ای سراغ سود جسمتون یا گفته اید نه دیگه، در اینجا سود جسم رو بهش بی‌اعتنایی میکنم و به سود ذهنم و به سود روانم میاندیشم. خب اکثر ما یک نوع ماتریالیزم از این لحاظ داریم، اکثر ما پیشنهادها رو فقط بر اساس میزان درآمدی که برای ما حاصل میاره میسنجیم و میپذیریم یا نمیپذیریم. کمتر کسی رو کیفیت به دست آمدن این پول فکر میکنه و میگه این پول با چه کیفیتی به دست میاد. ثروت وقتی مقدمه بر هر چیز دیگری شد، دیگه بقیه امور هم برای اینکه ثروت میارند بهش اهمیت داده میشه، یعنی به میزان نزدیکی که به ثروت آفرینی دارند بهشون بها داده میشه و به میزان دوری که از ثروت آفرینی دارند بهشون بی‌اعتنایی میشه. ثروت میتونه تو رو تو عالم قدرت سیاسی هم وارد بکنه، ولی باز قدرت سیاسی رو میخوای برای ثروتی که بر اثر اون قدرت سیاسی به دست میاد. ممکنه تو رو حتی تو عالم هنر هم وارد بکنه، ولی باز وارد عالم هنر میشی به خاطر اون ثروتی که با ورود در عالم هنر به دستت میاد. اینه که اینجور نیست که وقتی ثروت ارزش‌ها باشه من دیگه به همه چیز دیگه پشت بکنم، نه، به چیز دیگه هم رو میکنم، ولی به میزانی که برای من ثروت میآورند، یعنی مطلوب ذاتی من میشه ثروت، به چیزای دیگه دست میزنم، به فعالیت سیاسی دست میزنم، به فعالیت علمی دست میزنم، به فعالیت هنری دست میزنم، حتی به خدمات اجتماعی دست میزنم و همش به حسب ظاهر چیزهای دیگری هم غیر از ثروت، ولی در واقع مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو، مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه، میتونه کعبه و بتخانه همه بهانه باشن برای ثروت. خب هر که ثروت برایش ارزش هاست، یک نوع ماتریالیسم اخلاقی درش وجود داره. این هم نکته 4. و اما نکته 5، ما 5 تا چیز در جامعه از ما دیده میشه. باید ببینیم وقتی که این 5 تا چیزی که در جامعه از ما دیده میشه تعارض پیدا میکنه با چیزهایی که از ما دیده نمیشه، که باید عرض میکنم، باید ببینیم وضع رو ما به کی میدیم. ما تو جامعه معمولا غیر از ثروت که الان اسم بردم و بحثش تمام شد، ما در جامعه شهرت دوست داریم، درسته؟ دوست داریم گمنام نباشیم، شناخته باشیم، هر کس تو کوچه و خیابون ما رو میبینه بشناسه ما را، تو رادیو و تلویزیون اگه عکس ما رو نشون دادن همه بگن این فلانیه. ما شهرت رو دوست داریم، از گمنامی خوشمون نمیاد، به همین ترتیب قدرت سیاسی رو هم دوست داریم. معنات میکنی؟
دوست داریم وکیل مجلس باشیم، دوست داریم وزیر باشیم، دوست داریم نمیدونم رئیس جمهور باشیم، نخست وزیر باشیم، پادشاه باشیم، رهبر باشیم و هر چیز دیگه. قدرت سیاسی رو هم دوست داریم، احترام رو هم دوست داریم. یعنی دوست داریم که آدمیان از یه حریمی دیگه ما نزدیکتر نشن، بفهمن ما کیم. احترام در واقع یعنی این که من دوست دارم که شماها بدونید که از یه فاصله دیگه به من نزدیکتر نشید، از یه شعاعی به من نزدیکتر نشید، چون در من چیزی گویا هست که در شما نیست. وقتی کسی طالب احترامه یعنی میخواد دیگران با او از موضع برابر رفتار نکنند، اون شوخی هایی که با برادرشون میکنند با او نکنند، اون انتقاد هایی که به برادرشون میکنند به او نکنند، اون شکوه ای که از همسایه‌شون میکنند از او نکنند. یعنی گویا منو یک تافته جدا بافته ای باید بدونن که دیگه تا یه حدی به من نزدیک بشن، از اون حد به من نزدیکتر نشن. البته اون حد در آدما فرق میکنه، یه کسی میخواد از فاصله کهکشانی دیگه بهش نزدیکتر نشی، یه کسی حاضر تا 50 متر بهش نزدیک بشی، ولی میگه دیگه جلوتر نری، بالاخره من با تو فرق میکنم، دور دور وایسا. به گفته قدما میگفتن وقتی یه امیری وزیری سلطانی رد میشد میگفتن دور باش کور باش، میخواد یه دور باشی به همه بده که حواستون باشه دیگه زیادم با من خودمونی نشی، من با شماها فرق میکنم. خب این احترام هم یه چیزیست که ما در زندگی اجتماعی غیر از عرض کنم که ثروت که ازش اسپردم و غیر از شهرت و غیر از قدرت سیاسی، این احترام رو هم ما میخوایم. یه چیز دیگه ما میخوایم، آبرومون هم خیلی دوست داریم، حد میکنیم دوست داریم که مردم از خوبی‌های ما با اطلاع باشن ولی از بدی‌های ما مطلع نشن، اینم ما دوست داریم، حد میکنیم هرچه خوبی‌هامون نشر رو پیدا کنه خوشحال تریم، اما اگر بدیمون فهمیدیم نشر پیدا کرده، برملا شده، آفتابی شده، خب بسیار به خود میپیچیم، بسیار آشفته میشیم، حد میکنیم بنابراین ما آبروی خودمونم دوست داریم. آبرو یعنی میخوایم نیمه روشن زندگیمون رو همه ببینن اما نیمه تاریک زندگیمون رو هیچ کس نبینه، حتی خودمونم گاهی دوست داریم نبینیم اون نیمه تاریک. و خودفریبی یعنی همین دیگه، وقتی که میخوام نیمه روشن زندگیم رو همه ببینند و نیمه تاریک زندگی رو فقط خودم ببینم، این همون آبرو طلبیه. اما اگر روزی خواستم نیمه روشن زندگیم که همه میبینند رو خودم ببینم و روشن نیمه تاریک زندگیم رو که دیگران نمیبینند خودم هم نبینم، وقت دست میزنم به خودفریبی، شروع میکنم میگم نه اون کارم که من اونجا کردم واقعا انگیزم این نبود، اون بود. به هر حال این آبرو طلبی، این که من نیمه روشن زندگیم دوست داشته باشم نه فقط دیده بشه بلکه برش تأکید بشه، بلکه به گفته شما جوانها آگراندیسمان بشه، بزرگ بشه، و اما نیمه تاریک زندگی مخفی بمونه، این هم یه چیزیست که ما در جامعه میخوایم. و آخرین چیز هم که در جامعه میخوایم محبوبیته، دوست داریم همه ما رو دوست داشته باشن، نهت میکنیم ما تو دل آدم ها جا گرفته باشیم، دوست بدارن ما رو. خب ما غیر از ثروت که در قسمت قبل گفتم، ما این پنج تا چیز رو هم میخوایم، یعنی شهرت میخوایم، قدرت میخوایم، احترام میخوایم، آبرو میخوایم و محبوبیت میخوایم. چون این پنج تا چیز دیده میشود، همه میبینند، همت میکنیم. اما آشتی با خود را چون دیده نمیشه خیلی در پیش نیستیم، که آدم باید چنان زندگی کنه که با خودش در آشتی باشه، با خودش در صلح باشه، همت میکنیم. اینه که دائما هم ممکنه خودمونو سرزنش میکنیم، خودمونو نکوهش میکنیم، خودمونو سرکوفت میزنیم، به خودمون طعن و لعن میکنیم، خاک بر سر به خودمون میگیم، ولی باز خوشحالیم که دیگران با خبر نیستن و نمیدونیم که آدم اول باید آبروش پیش خودش محفوظ بمونه. اصلا به این بهانه میدیم آشتی با خود نداریم، ولی اشکال نداره، عوضش محبوبیت اجتماعی داریم، رد میکنیم، عوضش آبروی بیرونی داریم، عوضش احترام داریم، عوضش شهرت داریم، عوضش قدرت داریم. این پنج تا چیزی که در بیرون دیده میشه داریم، ولو آشتی درونی با خودمون نداریم، صلح با خود نداریم، که عیسی میگفت انسان کامل یک علامت داره و اون که با خودش در آشتی است.
با خودش نزاع نداره، کاملا رفیقانه با خودش برخورد میکنه. اما ما با خودمون آشتی نداریم، ولی مهم نیست، عوضش محبوبیم در بین مردم، عوضش مشهوریم، عوضش احترام داریم، عوضش آبرو داریم، عوضش قدرت سیاسی داریم، از نردبان قدرت سیاسی بالا میریم. آرامش درون نداریم، ولی باز مهم نیست. شادی عمیق درونی نداریم، ولی مهم نیست. ببینید، به جای اون 5 تا چیزی که بیرون دیده میشوند، ما از این چیزهای درون که اینا مهمه در زندگی، یعنی این که من در درون خودم یه آرامشی داشته باشم، در درون خودم یه شادی داشته باشم. ما در درونمون شاد نیستیم. شما فکر نکنید که وقتی یه کسی یه جوکی میگه ما قهقهه میزنیم، این علامت شادی ماستا. اتفاقا قهقهه زدن برای پوشاندن اندوه درونیه. ما شادی درونی نداریم، شاد نیستیم، در درون خودمون شاد نیستیم، کما اینکه آرامش هم نداریم، کما اینکه صلح با خودمون هم نداریم، آشتی با خودمون هم نداریم. توجه میکنید چرا اینا رو که نداریم غمشو نمیخوریم؟ چون دیده نمیشه. درسته، میفهمیم که آرامش نداریم، میفهمیم که شادی نداریم، میفهمیم که آشتی با خودمون نداریم، ولی اشکال نداره، اینا که دیده نمیشه. اما اولش اونا که دیده میشه رو احساس میکنیم که اگه داشته باشیم دیگه مهم نیست که چی رو در درون داریم یا نداریم. و چرا؟ چون در بیرون میبینیم. چرا؟ هم شهرت داریم، قدرت داریم، احترام داریم، آبرو داریم، محبوبیت داریم. این 5 تا چیزی که در بیرون دیده میشه که داریم، حالا در درونمون هر چه باشه، یعنی در واقع به تعبیر آلبرتو رونکی قولهای بیماریم. متفکر ایتالیایی کتابی نوشت که قبل از انقلاب زمانی منتشر شد و کتاب خیلی عالی هم بود، در یک حوزه دیگری بود. میگفت ما قولهای بیماریم. قول بیمار چون ظاهرش قوله، همه براش احترام قائلن، همه ازش میترسن، همه ازش حساب میبرن و همه به شکوهش قبطه میخورند. توجه میکنی؟ اما خودش بیماره، میدونه که امروز فردا ممکنه با یک سکته از بین بره، میدونه یه قده سرطانی تو مغزشه. انات میکنی؟ بنابراین به تعبیر ما، بیرونش دیگران رو کشته، خودشم درونشم خودشو کشته. ولی ما همه همینجوریم، ما قول بیماری، ولی اهمیت به این نمیدیم. میگیم باله، ما در درون خودمون احساس پوچی میکنیم، احساس پوچی میکنیم، ولی دیگران در بیرون ما رو پر میبینند. دیگه مهم نیست. در بیرون ما را ثروتمند میبینند، در درون فقیر فقیریم. توجه کنید، ما در بیرون یک وفور نعمتی همه برامون میگن، تو حسابای بانکیمون که نگاه میکنن میگن چقدر وفور نعمت داره، چقدر ثروت داره، اما در درون یه قحط معنایی وجود داره، یه قحط و قلای عجیبی در درون ما وجود داره. قحط و قلای درون یعنی این که در درون آرامش ندارید، شاد نیستید، آشتی با خودتون ندارید. اما قحط و قلای درونی که دیده نمیشه، وفور بیرونی دیده میشه. بنابراین اونا رو سعی میکنم که یه جوری رفع و رجوعش بکنم، اما اون که در درونم هست. و چقدر ما در درون فقیریم، چقدر در درون توهیم. و علامت اینم که در بیرون اینقدر میخواییم جلوه کنیم که پر و پیمانیم همینه ها. من بارها از مثال استفاده کردم، کشتی که صدها هزار تن بار داره، اینو وسط دریا به هیچ تناب و لنگرگاهی نباید ببندنش، چون بزرگترین موجهای اقیانوس هم که بیاد، این کشتی یه قلقلکی میشه و سر جاش قرار میگیره. اما اگه کشتی خالی خالی بود، اینه باید با 50 تا تناب به 50 لنگرگاه ببندنش، چون توی تلاطمات عالم و تلاطمات دریا از بین میره. ما هرچه در درون اون احساس خالی بودن بیشتر میکنیم، در بیرون رشته های محکم کننده رو بیشتر میکنیم، وقت فکر میکنیم ثروت ما رو ثبات میده در تلاطم زندگی، حالت میکنه، و شهرت ثبات میده، و قدرت سیاسی ثبات میده، و احترام ثبات میده، و آبرو ثبات میده، و محبوبیت هم ثبات میده. به خاطر اینکه میدونیم کشتیمون خالیه، اگه با این نخا اینور اونور بندش نکنیم، این کشتی با یک موج کوچک بارو نمیشه. اما آدمایی که پرند در درون، اصلا نیاز ندارن به اینکه ثروتمند جلوه کنن در نظر دیگران، یا قدرت سیاسی داشته باشند،
یا شهرت داشته باشن، یا احترام داشته باشن، یا آبرو داشته باشن، یا محبوب القلوب باشن، پرند در درون خودشون. نت میکنید؟ این در مهمه و ما اینو باز بهش توجه نمی کنیم. خب چرا آنچرا پیداست بهش اهمیت میدیم و آنچرا ناپیداست بهش اهمیت نمیدیم؟ چون ماتریالیستی. با ماتریالیسم یعنی چی؟ یعنی فقط به دیده شدنی ها بها دادن. اونایی که دیده میشه در بیرون برامون مهمه، اما عرض کنم که ناآرامی درونمون که دیده نمیشه، حال ناآرامی باشی، ناشادی درونمون که دیده نمیشه، ناشادیم باشی. من فکر نمی کنم کسی به اون مقدار در میان ما، حتی کسی باشه که به اون مقدار که میگه نکنه آخر این ماه پول کم بیارم، به همون مقدار دغدغه داشته باشه که نکنه آخر این ماه امیدمو از دست بدم. توجه میکنید؟ نکنه آخر این ماه شادیمو از دست بدم، نکنه آخر این ماه با خودم دیگه در آشتی نباشم. در مورد بچه‌هامون هم همینجوره. اونقدر که میگیم بچه‌ها شغل و حرفه پیدا کنن و درآمد پیدا کنن و عرض کنم که احترام داشته باشن در جامعه، هیچ وقت نمیگیم خدا کنه بچه‌هامون در درونشون آرامش داشته باشن، با خودشون در آشتی باشن. چرا؟ چون اصلا ماتریالیستیم. ما آنچه دیده میشه رو در نظر میگیریم، آنچه در نهان است و دیده نمیشه رو اصلا در نظر نمیگیریم. اینم در واقع نکته پنجم. و اما نکته ششم، وقتی میخواییم اصلاحگری اجتماعی بکنیم، ببینید به سمت چه اموری میریم. من اگه از شما پرسم که این جامعه به نظر شما جامعه خوبیه یا نه، میگید نه، منم تصدیق میکنم میگم نه، راست میگید، حق با شماست. میگم بدیش به چیه؟ میگید به خاطر اینکه مردم فقیرند، تورم وجود داره، بیکاری وجود داره، حنات میکنید، گرانی وجود داره، درست. و میگید که بهداشت مردم ندارند، حنات میکنید، میگید قاچاق وجود داره، مواد مخدر وجود داره. اینا رو میگید و منم هم همه اینا رو تایید میکنم، میگم درسته. ولی میگم یه چیزهای مهمتری رو باید اسمی بردیم اول، که علامت این که این جامعه فاسدیه اینه که اعتماد هیچ کس به هیچ کس نداره. اینو باید سراغش رفت. و اینکه هیچ کس نمیتواند تو محاسبات خودش امید ببندد به کمکی که دیگری بهش میکنه و هیچ کس از ناحیه دیگری احساس امنیت نداره، حنات میکنی؟ و هیچ کس احساس رفاقت با هیچ کسی دیگه نمیکنه، همه احساس رقابت میکنن و هیچ کس خودش رو همکار دیگری نمیدونه، هر کس خودش رو دشمن دیگری میدونه. اینا فساد جامعه است. اینا رو ما معمولا بیان نمیکنیم. چرا؟ چون باز توجهمون به مادیت جامعه است. ببینید اصلا بحث بر سر این نیست که فقر مشکل جامعه نیست، بیکاری مشکل جامعه نیست، گرانی و تورم مشکل جامعه نیست، عدم فقدان بهداشت مشکل جامعه نیست، اینا نیست. اما مسئله بر سر اینه که مشکلات دیگری هم وجود دارن که اون مشکلات دیگه مسلماً کم اهمیت تر از این مشکلاتی گفتیم نیستن، ولی ما اونو نمیگیم. از نظر وقتی میخوایم اصلاحگری اجتماعی هم بکنیم و میخوایم دلسوزیمون رو به حال مردم نشون میدیم، دائما میریم سراغ نهاد سیاست و میریم نهاد اقتصاد، چون این دوتا باز دیده شدنی هست. فکر میکنیم که اگر نهاد اقتصاد بهتر بشه و اگر نهاد سیاست بهتر بشه، انسان ها همه چیزشون بهتر میشه و نمیدونیم که خیلی چیزهایی در درون آدمیان هست که اون چیزها مهمتر از بهتر شدنش تا چیزهایی که ما به نظرمون میاد در عظیمه. به تعبیر دیگری اصلاحگری اجتماعی اگر تبدیل به اصلاحگری سیاسی بشه و تبدیل به اصلاحگری اقتصادی بشه، عیبی نداره، به شرط اینکه بدونیم که اصلاحگری سیاسی و اصلاحگری اقتصادی نیاز به یک اصلاحگری فرهنگی در درون آدمیان داره. فرهنگ مردم که ویران شده بدتر از اینه که سیاستشون ویرانه و بدتر از اینه که اقتصادشون ویرانه. مناسبات سیاسی و مناسبات اقتصادی مهمن، ولی مهمتر مناسبات فرهنگی هن. این که مردم در درونشون درون ناآبادانی دارن، این اهمیتش بیشتره. این که من الان نمیتونم
به هیچ کسی اعتماد کنم، هیچ وقت نمیتونم با کسی عرض کنم که درد دل کنم. این خیلی مهمتر از اینه که من از کسی نمیتونم پول قرض بگیرم، ولی ما این توجه نمی کنیم. ما میگیم که دیگه کی دست قرض الحسنه دادن داره، اینو مینالیم، اما هیچ وقت نمیگیم که کی هست تو جامعه که آدم بتونه بره تمام درد دلهاشو براش بیان کنه و ندونه که از این اطلاعاتی که به اون میده فردا سوء استفاده نشه. توجه میکنی این که چقدر مردم قبلا قرض الحسنه به هم میدادن و چقدر به هم کمک میکردن، اینو میبینیم که الان نیست، اما اینو فکر نمیکنیم که مردم کسانی رو داشتن که میرفتن تمام درد دلهاشون باش درمون میگذاشن و وقتی میمادن بیرون چه مسئلهشون حل شده بود و نشد و چه نشده بود، چه مشکلشون رفت شده بود و چه نشده بود، احساس میکردن الان تخلیه شدن، انگار بارشون رو انداختن رو دوش دیگری و هیچ وقت احتمال نمیدونه که اون دیگری از اطلاعاتی که من بهش دادم فردا سوء استفاده کنه و فردا بخواد بر من سوار بشه با استفاده از دانشی که از من به دست خودم پیدا کرده. اینا این اصلاحگری ها باز همه نشون میده که ما به مادیت مردم توجه داریم و به معنویت مردم توجه نداریم تو اصلاحگری های اجتماعی. و اما نکته هفتم اینه که تحقیق در امور مادی برای ما خیلی مهمه، ولی تحقیق در امور معنوی برای ما مهم نیست. مثال برای شما بزنم، شما نمیدونم این برنامه های تلویزیونی حتما زیاد میبینید که مثلا میرن به اعماق دریاها و عجایب اعماق دریاها رو تو به ما نشون میدن، توجه میکنید؟ یا از اون طرف میرن در کهکشانها و راجع به نجوم و فیزیک کیهانی و عرض میکنم که کیهانشناسی که کهکشانها چقدر عظمت دارن و اینا بر ما مطلب بیان میکنن. این مطالب برای ما خیلی جذابه، توجه میکنید؟ این خیلی برای ما جذابه. برای بچه ها میگیم بشین داره ببینید. اما اگر فرض کنید که از ابوالحسن خرقانی نقل بکنن که ابوالحسن خرقانی بی معلومات کتاب ناخوانده‌ای که قدرت نوشتن نداشت، قدرت خواندن نداشت، میگفت از پای دیوار چین تا پشت دروازه های اندلس در کل دنیای اومزوزگار در هر بیابانی خاری به پای مسافری برود، آن خار در دل ابوالحسن رفته است. این عظمت رو درک نمی‌کنی؟ راجع می‌کنی؟ این عظمت رو درک نمی‌کنی؟ عظمت کهکشان‌ها در برابر عظمت این روح صفره. که یک کسی بگه هر جایی از جهان هستی پای در پا خاری در پای کسی بره، اون خار در دل ابوالحسن خلقانی رفته است. اینو درک نمی‌کنه. اینه که به بچه‌مون فردای اون صحنه تلویزیون بچه‌مون میگیم بابا فردا برای بازار یه چند کتاب در فیزیک نجومی بعد یاد بگیرن. اینا چیزای خیلی خوبه، برو یاد بگیر. ماهی‌ها رو دیدی تو اقیانوس‌ها نشان میدادن؟ برو یه اطلاعاتی پیدا کن. آدم خوبه دنیاشو بشناسه. بله آدم خوبه دنیاشو بشناسه، اما یه بخشی از دنیای ما میدونی چیه؟ دنیای اذهان آدمای بزرگه، دنیای ارواح انسانهای عظیمه. اونا رو هیچ وقت تشویق نمی‌کنیم بچه‌ها رو بدونن. خودمون اونقدر که اعجاب می‌کنیم از قطر یک عرض کنم کهکشان، از قطر یک ستاره، از قطر یک سیاره، از انفجارهایی که رخ میده، هیچ وقت از انفجاری که تو روح آدم رخ میده هیچ وقت اعجاب نمی‌کنیم. فهمت می‌کنی؟ و شما خودتون ببینید وقتی می‌خواید برای بچه‌هاتون کتاب بخرید بیشتر چه کتابایی می‌خرید؟ درسته همه چیز جهان شگفت انگیز میتونه باشه و همه چیز جهان کنجکاوی برانگیز میتونه باشه، اما یه بخش عظیمی از کنجکاوی هایی که ما باید خودمون داشته باشیم و به مخاطبامون انتقال بدیم کنجکاوی هایی است که در ارواح دیگران وجود داره. عنایت می‌کنید؟ یه مثال بزنم، هر دوش از یه آدم می‌خوام بزنم. آینشتاین نظریه نسبیت آینشتاین رو عرضه کرد، نظریه عام و نظریه خاص نسبیت آینشتاین در فیزیک. هر دو تا نظریه که در قله های فیزیک و ریاضیات تاریخ بشر قرار دادن، در این هیچ گونه شک و شبهه‌ای نیست. ما اینو ممکنه بچه‌مون هی تذکر بدیم که بابا میدونی آینشتاین چه کرده؟ اینو میگه. اما من یه واقعه از آینشتاین برای شما نقل می‌کنم. من معتقدم این از کل نظریه نسبیت
عام و خاص آینشتاین مهمتره. زنش نقل میکنه در کتابی که همسرش درباره او نوشته، میگه یه روز یه نامه اومد در خونه، پستچی در زد، رفت یه نامه گرفت، آینشتاین اومد تو خونه، پشت نامه نوشته بود که دنیا، آدرس داده بود اون فرستنده نامه، نوشته بود دنیا آلبرت آینشتاین. ترجمه میکنه یعنی اینقدر آلبرت آینشتاین مشهور بود که دیگه نیاز نبود آدرس بنویسن، پشت نامه نوشته بودن دنیا آلبرت آینشتاین. میگه اومد به من گفت که خانم چقدر این پستچی ها باهوشن، چی تو این تو دنیا منو پیدا کردی؟ ببینی؟ اینو بهش میگن عظمت یک روح که نمیفهمه چقدر بزرگ شده و تعجب میکنه از باهوشی پستچی، که این پستچی چجور منو تو دنیا تونسته پیدا کنه. این مهمتر از نظریه نسبیت آینشتاینه. یعنی این عظمتی که در روح آینشتاین هست از کل عظمتی که در ذهن او بود مهمتره، که یه آدم اینقدر فروتنه، اینقدر خاکساره، اینقدر خودشو نمیبینه که به جای این که بره افتخار کنه که ببین خانم من به شهرتم به جایی رسیده که نیاز به آدرس ندارم، هر جا اسممو بنویسن نام دستم میرسه، میگه من از باهوشی این پستچی ها تعجب میکنم، چطور منو پیدا کردید تو دنیا؟ توجه میکنی؟ ما به اینا اهمیت نمیدیم به خاطر اینکه ماتریالیستیم، به خاطر اینکه فیزیک برامون مهمه، به خاطر اینکه ماده برامون مهمه و شیمی برامون مهمه، انات میکنیم. اما اینکه یک ذهن و یک روح تا کجاها میتونه بره، اینم باز ما بهش اهمیت نمیدیم. اینم نکته در واقع هفتمی که میخواستم عرض کنم. اما نکته هشتم اینه که وقتی میخوایم ارزیابی کنیم امور را، به کمیت بها میدیم نه به کیفیت. توجه میکنیم؟ من همین الان یک مثال بزنم به شما، میگم که آقا من دو تا رفیق دارم، یکی رفته یه خونه خریده 500 میلیون تومان، یه رفیق هم دارم یه خونه رفته خریده 500 میلیارد تومان. کدوم یکی از این دو تا خونه بهتره؟ من فکر می‌کنم همه ما فوری میگیم مسلمه اون خونه‌ای که 500 میلیارد تومان بابتش قیمت دادن بهتر از خانه ایست که 500 میلیون تومان بابتش دادن. چرا؟ چرا بهتره؟ خب بهتر بودن که یک داوری کیفیه. داوری کیفون رو مبتنی کردیم بر داوری چی در واقع؟ کمی. چون فکر میکنیم هر چیزی کمیتش بالاست حتما کیفیتش هم بالاست. و از این نظر وقتی میخواید بگید حسن دانشمندتر از حسینه، میگید حسن 50 کتاب نوشته، حسین 3 کتاب نوشته. و فکر نمیکنی که ممکنه یک کسی 3 کتاب بنویسه و کیفیت این 3 کتاب بسیار بسیار بیشتر از کیفیت اون 50 کتاب باشه. وقتی میخوایم بگیم این متفکرتره یا اون، میگیم پیروانش رو نگاه کنید. میخوایم بگیم این هنرمند هنرمندتره یا اون، میگیم فالوئراشو ببینید. این چند تا تو اینترنت فالوئر داره، اون چند تا فالوئر داره. یعنی همه داوری های کیفیمون بر اساس کمیت. و اینجا دقت کرده ای؟ ما هر وقت بحث داوری کیفی میشه اول میریم سراغ کمیت ها. وقتی میگم خونه بهتر اونه که 1000 برابر اون خونه بدتر قیمتشه، یعنی بهتری و بدتری به کمیت بستگی داره، با اینکه ماهیتا کیفیت غیر از کمیته. اصلا کیفیت و کیفیت گفتن چون قابل کمی شدن نیست. نت میکنی چه عرض میکنم؟ بنابراین تعداد شاگردان من نمیتونه نشون دهنده چیزی باشه. تعداد کتابهایی که من نوشتم، رسائلی که من نوشتم، مقالاتی که من نوشتم، تعداد فالوورایی که دارم، عاشقانی که دارم، من عرض کنم که ارادتمندانی که دارم به گفته هایی که ما به کار میبریم، اینا چیزی نشون نمیده. رد میکنید. اما ما همیشه برامون کیفیت ابتناء بر کمیت داره. رونگنون فیلسوف و دینشناس مسلمان فرانسوی، این در کتابی که تقریبا 100 سال پیش نوشته که به فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان سیطره کمیت و علائم آخر الزمان،
موضوع بحثش اینه که ما سیطره کمیت پیدا کرده ایم. توجه میکنیم؟ من اگه به شما بگم که آقا من یه عروس آوردم و 5000 سکه مهریش کردم، یه عروس هم آوردم با 50 سکه، به نظر شما کدوم که انداز عروس من زیباتره؟ من فکر کنم همه تون بگید اون عروسی که 5000 سکه مهریش کرده اید حتما زیباتر از اون عروسی که 50 سکه مهریش کرده. چرا؟ چون نمیفهمیم که زیبایی کیفیت اون نمیشه با کمیت اندازه گیری کرد. و به همین ترتیب در باب همه چیز دیگری، من اگه به شما بگم که آقا من یک کت شلوار خریدم 100,000 تومان، یک کت شلوارم خریدم 2,000,000 تومان، کدومش کت شلوار بهتریه؟ شما فوراً میگید اونی که 2,000,000 تومان فوتبالش دادی بهتره. و نمیدونیم بهتر بودن غیر از بیشتر بودنه. بهتر بودن داوری کیفیه، بیشتر بودن داوری کمیه، و هیچ وقت داوری های کیفی مبتنی بر داوری های کمی نمیتونن بشن. ولی ما همیشه همین ارزیابی داری میکنیم. شما خودتون تو داوری هاتون راجع به اشخاص ببینید، حرف میکنید، میگید این خواننده خیلی طرفدارش بیشتر از اون خواننده. خب این فقط نشون میده که این خواننده طرفدارش بیشتر بوده. تا اینجا درست. از تعداد طرفداران این خواننده بیشتر از تعداد طرفداران اون خواننده اند، یه نتیجه میشه گرفت و اون که تعداد طرفداران این خواننده بیشتر از تعداد طرفداران اون خواننده. اما هیچ داوری کیفی نمیشه نتیجه گرفت. هیچ نمیشه گفت این هنرمند تر از اونه، این موسیقیدان تر از اونه، این قدرت آوازخوانیش بیشتر از اونه، و به همین ترتیب در باب هر چیز دیگری. اگر شما گفتید دین ما کامل ترین دینه، گفتم چرا؟ گفتید چون تعداد پیروانش بیشتر از تعداد پیروان همه ادیان دیگه است. من میگم اگر تعداد پیروان این دین بیشتر از تعداد پیروان همه ادیان دیگه هم باشه، خود این نشون نمیده که این دین کامل تر از بقیه ادیانه، چون کمال یک مفهوم کیفیه. حرکت میکنی؟ کمال مفهوم کیفیه و تعداد پیروان یک مفهوم کمیه. ولی ما تو داوری هامون همه جای زندگیمون این داوری ها رخنه کرده که کیفیت رو بر اساس کمیت داوری میکنیم، چون باز مادیم به لحاظ اخلاقی. اینم علامت عرض کنم که 8. و اما علامت 9 اینه که شما برای نیازهای مادیتون به قدر ضرورت اکتفا نمیکنید. واقعا اگه قدر ضرورت رو بخوایم در نظر بگیریم، من برای خوراکم چقدر در سال به خوراک نیاز دارم و چقدر به نوشاک نیاز دارم و چقدر به پوشاک نیاز دارم و چقدر به مسکن نیاز دارم، نت میکنی؟ من به این مادیا چقدر نیاز دارم؟ فرض کنید که برآورد بکنید که من مصطفی، فرض کنید که در سال برای برآوردن نیازهای فیزیولوژیکم، نیازهای بیولوژیک که گاهی بهش میگن ضروریات زندگی، فرض کنید که برآورد کنید که من ملکیان با ماهی 10,000,000 تومان میتونم نیازهای ضروری زندگی رو برآورده کنم و به اطلاع من برسونید، بگید مصطفی تحقیقات دقیق نشون داده که تو اگه سالی 10,000,000 تومان داشته باشی، نیازهای ضروری زندگیت با 10,000,000 تومان برآورده میشه. و فرض کنید که من تصدیق کنم که راست، تحقیقات درست نشون داده، من با 10,000,000 تومان کارم به سامان میرسه. اما آیا از فردا صبح میرم فعالیت بکنم برای سالی 10,000,000 تومان درآمد؟ اصلا و ابدا. میگم بله، 10,000,000 تومان برای ضروریات زندگیم کافیه، ولی چرا من به حد ضروریات زندگی کفایت کنم؟ درسته 10,000,000 تومان بیشتر نیاز دارم، ولی آدم 1,000 روز مبادا داره، بنابراین خوبه 50,000,000 تومان در سال درآمد داشته باشم و خوبه 100,000,000 داشته باشم و خونه و خوبه 1,000,000,000 داشته باشم و خوبه 100,000,000,000 در سال داشته باشم. یعنی من برای مادیات زندگیم به ضروریات اکتفا نمی‌کنم، ولو یقین هم داشته باشم به بیشتر از این نیاز ندارم، بازم میرم به دنبال کسب ثروت بیشتر، به ضروریات اکتفا نمی‌کنم. اما عوضش تو معنویات به قدر ضرورت هم کوشش نمیکنم. توجه میکنیم؟ تو مادیات هرگز به قدر ضرورت اکتفا نمیکنم. میخوام 10 برابر، 100 برابر، 1,000 برابر قدر ضرورت زندگیم به دست بیارم. اما تو معنویات اگر بگم آقا چقدر صداقت لازمه، بگن آقا حد نصاب صداقت این مقداره دیگه، مینیممش، کمینش،
کمترین مقدارش این مقدار صداقت هم باید داشته باشه، این مقدار تواضع دیگه لااقل باید داشته باشه، این مقدار انصاف باید داشته باشه، این که حداقل بشه، این مقدار امانت داری باید داشته باشه، این مقدار وفای به عهد باید داشته باشه، این مقدار شفقت دیگه باید داشته باشه، این مقدار رحم و عطوفت باید داشته باشه. دیگه میگن این مینیممشه. من نه فقط بالاتر از مینیمم نمیرم، بلکه برای به دست آوردن این مینیمم هم تلاش میکنم. که بگن خب بابا اینم میگه حد اقله، همونطور که ضروریت های فیزیولوژیکت و بیولوژیکت این مقداره، ضرورت های روانی و اخلاقی هم این مقداره، برای اون 100 رتبه میرم از حد ضرورات بالا، برای این اصلا به حد ضرورت هم نزدیک نمیشه. نگاه میکنی میگن آقا اگر بخوای عرض کنم که همکارت یا رئیست یا مرؤوست به اعتماد بکنه، این مقدار راستگویی دیگه لازمه. دیگه اگه راستگویی از این کمتر بشه، دیگه رئیست به اعتماد نمیکنه، همکارت به اعتماد نمیکنه، مرؤوست به اعتماد نمیکنه، دوستت، همسرت، زنت، فرزندت به اعتماد نمیکنن، من به اون مقدارم کوشش نمیکنم، یعنی به اون مینیممم کوشش نمیکنم. اونجا از حد مینیمم چقدر فراتر میرم و اینجا در حد مینیمم هم نزدیک نمیشم. به نظرم میاد که اونجا ما روز مبادا داریم، ولی اینجا اصلا روز مبادا نداریم. توجه میکنید؟ اونجا من امروز این مقدار نیاز دارم، ولی برای روز مبادا فکر میکنم. اینجا برای همین امروز هم، روز مبادا که هیچ، برای همین امروز هم فعالیت نمیکنم. اینم یکی. و اما دهمین علامت چیزیست که برش تأکید میکنم. ببینید تو طول تاریخ و همین الان در میان من شما کم نیستن کسانی که میگن یک فکری را، یه عقیده ای را، یه رأی را چون قدیمی ها گفتن ما قبول نداریم. توجه میکنید؟ اما این فکر را، این عقیده را چون امروزیان میگن قبول داریم. یا عکسش میگن این فکر را از قدیم میگفتن پس ما قبول داریم، این فکر را امروزیان میگن پس ما قبول نداریم. توجه میکنید؟ در هر دو طرفش هستم. یه کسانی میگن یه فکری چون قدیم از قدیم الایام، نیاکان ما پیش از هم و پیش از هم و باز هی پیش از هم، هی سینه به سینه آوردن به اینجا، این فکر رو ما چون قدیم است، چون عرض کنم که مال روزگار باستانه قبول داریم، ما این فکرهایی که امروزیان میگن رو قبول نداریم. اینا اباطیل میگن، اینا مزخرف میگن، اینا چرت میگن، اینا نمیفهمن. عکسش هم البته هست. یه کسانی میگن حرفایی که امروزیان میزنن اینا رو ما قبول داریم، این حرفایی که قدما میزدن آقا رها کنین خزعبلات و ترهات رو، چه این ورش رو بگید چه اون ورش را، یعنی میخواید بگید فکر زمان داره، یا به عبارت دیگر فکر تاریخ داره. فکر میکنید فکر اینم زمان داره، یا به تعبیر دیگه فکر گویا تاریخ داره. حالا یه کسی میگه فکری که تاریخش کهن باشه خوبه و کسی که فکری که تاریخش جدید باشه بده، یکی عکس میگه، میگه فکری که تاریخش کهن باشه عرض میکنم که بده، فکری که تاریخش نو باشه و شناسنامش 5 روز پیش صادر شده باشه این خوبه. این از این طرف. از اون طرف هم یکی سال میگن آقا فکری که شرقیان داشتند مزخرفه، فکر خوب فکر غربیانه. یکی سال هم عکس این میگن، میگن فکری که غربیان دارند این مزخرفه، فکر همون فکری که توش کشورهای شرقی بوده. نواجم کنید این دوتا هم باز داوریش رو هم فرق میکنه، یکی میگه فکر شرقی خوبه فکر غربی بده، یکی میگه فکر غربی خوبه فکر شرقی بده، ولی در یه جهت مشترکن که بویا فکر مکان داره، یعنی جغرافیا داره. نواجم کنید پس دقت میکنید که یه دست و ما کم خاکسترنشین این نشدیم در طول تاریخ. همین الان که من شما رو داریم صحبت میکنیم کم نیستن آدمایی که خودشون رو بدبخت کردن، دیگران رو هم بدبخت کردن، چون صرف چسبیدن به افکار گذشتگان.
از اون طرف هم کسانی کم نیستن که خودشونو بدبخت کردن و دیگران رو بدبخت کردن چون صرف چسبیدن به افکار امروزیان. نت میکنی؟ گویا فکر دیروزی و امروزی داره، گویا فکر زمان داره، گویا فکر تاریخ داره. از اون برش هم هست، کم نیستن آدمایی که میگن هرچی بو علی سینا گفت چون از شرق بوده، توجه میکنی؟ هرچی بو علی سینا گفته و فلان رو چون از شرق بودن اینا درسته، هرچی اسپینوزا و کانت گفتن چون از غرب بوده مزخرفه. و عکسش هم هست البته، یه کسانی میگن هرچی کانت و اسپینوزا گفتن این غربیا گفتن درسته، و هرچی خدمتتون عرض کنم که شرقیان گفتن نادرسته. یعنی گویا فکر چی داره در واقع؟ جغرافیا داره، انگار مکان داره. میدونی چرا اینجوره؟ چون مکان و زمان دو امر مادی هست، اما حق و باطل دو امر معنوی هست. به جای اینکه بگن ما هر فکری را اگه حق باشه قبول میکنیم، چه نو باشه چه کهنه، و چه شرقی باشه چه غربی، و از اون طرف هم بگن اگر فکری باطل بود ما رد میکنیم وا میزنیم، چه نو باشه چه کهنه، چه شرقی باشه چه غربی، به جای اینکه حرف از حق و باطل بزنن حرف از شرقی و غربی میزنن. حالت میکنیم؟ یکی از بزرگترین افلاس ها و بدبختی های روحانیت ما اینه که هم موجب بدبختی خودش شده هم موجب بدبختی این جامعه شده. روحانیون فکر میکنن هر فکری مال قدیمه خوبه و هر فکری از آن جدیده بده، و از اون طرف هر فکری که شرقی ها گفتند این خوبه، هر فکری که غربی ها گفتند بده. خب عکسش هم صحیحه. حاجی می‌کنی یه کسانی هم از اون طرف جامعه ما هستن که معتقدن هر فکری که امروزیان میگن درسته، هر فکری که دیروزیان میگفتن نادرسته، و هر فکری که غربیان میگن درسته، هر فکری که شرقیان میگفتن نادرسته. اینه که به غربیان خیلی بها میدن، کانت رو بهش خیلی بها میدن، اسپینوزا رو بها میدن، دکارت رو، لایبنیس رو، مالبرانش رو، نمیدونم هیوم رو، راسل رو، برکلی رو، اما به بودا بها نمیدن چون شرقیه، به شنکره، به رامانوجا بها نمیدن چون شرقی هند. نت میکنید؟ هر دو دیدگاه، چه دیدگاهی که میگه فکر زمان داره یعنی تاریخ داره، و چه فکری که میگه زمان نداره ولی مکان داره، تاریخ نداره ولی جغرافیا داره، و چه کسانی که هم فکر رو داره تاریخ میدن و هم جغرافیا، اینا یک نوع مادیت اخلاقی برایشون وجود داره، چون اصلا دغدغه‌شون به مکان و زمانه که دو امر مادیه، دغدغه‌شون به حق و باطل نیست که حق و باطل زمان و مکان نداره. اگر چیزی حق است شرقی باید باشه میپذیریم، غربی هم باشه میپذیریم، نو باشه میپذیریم، کهن هم باشه میپذیریم، و اگر فکری هم باطله، رأیی هم باطله، نو باشه نمیپذیریم، کهن هم باشه نمیپذیریم، شرقی باشه نمیپذیریم، غربی باشه نمیپذیریم. و کم نیستن کسانی که تو جامعه ما همین الان که ما داریم زندگی میکنیم واقعا افلاس و بدبختی رو بر خودشون و دیگران تحمیل میکنن، به جهت اینکه یا عاشق شرقن یا عاشق غربن، یا دشمن غربن یا دشمن شرقن، یا عاشق نوان یا عاشق کهنن، یا دشمن کهنن یا دشمن نوان. و همه اینها در واقع به جهت اینه که ما به مادیت توجه کنیم. مکان یه امر مادیه، زمان یه امر مادیه، ولی حق و باطل مادی نیست. حالا حقیقت طلبی اقتضاش چیه؟ حقیقت طلبی اقتضاش اینه که اصلا کاری نداشته باشیم که این فکر در چه زمانی اظهار شده و در چه مکانی اظهار شده. ببینیم آیا سخن با عقلانیت ما سازگاره، میپذیریم، با عقلانیت ما هم سازگار نیست، نمیپذیریم. این 10 تا قرینه و اماره همه ما کمابیش گرفتارش هستیم. حالا یکی مثل من خیلی بیشتر، یکی ممکن مثل شما خیلی کمتر. من میخوام این عرض بکنم که چیزی که امروز ما باید بهش بها بدیم این که مادیت اخلاقی رو در جامعه از بین ببریم. اینقدر دنبال مادیت فلسفی نباشیم. مادیت اخلاقیه که ما رو نابود کرده. اصلا مردم ما کدومشون مادیت فلسفی دارن؟ 99% بلکه 999 در هزار مردم ایران میگن ما نه مادیت فلسفی جهان شناختی داریم، هستی شناختی داریم، نه مادیت فلسفی
انسان شناختی، هم به خدا قائلیم، هم به روح قائلیم، هم به زندگی پس از مرگ قائلیم، هم معتقدیم عوالم دیگه‌ای وجود دارن. اینا رو که همونی که بیچارهشون کرده اینه که مادیت اخلاقی دارن. مبارزه با مادیت اخلاقی بسیار بسیار اهمیتش بیشتر از مبارزه با مادیت فلسفیه. و سلام.